روسیه 2024 ریدهای مشترک پلیس و اسکینهدها. خطلان خانه به خانه برای آشکار کردن افرادگرایان. ازبکستان به ماریا زخارو و پیشنهاد شد که ورود ممنوع شود. در روسیه ریدهای ضد میگرانتی که با بی‌رحمی مخصوص از طرف کارمندان مقامات حفظ حقوق و نمایندگان سازمان‌های ملت‌گرا همراه می‌شوند ادامه دارند. نامعین است که در اساس کدام حقوق نمایندگان این سازمان‌ها در این جرابینی‌ها اشتراک می‌کنند. رسانه‌ها از دو چنین رید در چند روز اخیر خبر می‌دهند. یکی از ریدها در انبارهای دیتسکی میر در شهر ناروفومینسکی ولایت مسکو برگزار شد. مهاجران مهنتی خبر دادند که در این رید نه تنها کارمندان پلیس و روسگواردیا بلکه نمایندگان سازمان ملت‌گرایی جمعیت روس نیز اشتراک داشتند. در رفت چهارابینی ها صدها مهاجر مهنتی از آسیای مرکزی تحقیر و تهدید شدند. یو دستو دکتری دیگر همه دکمین دارن و تیپ ازدواج کاروچی نگاش شنید خیزه شنید خیزه زد اوهی که به دکمین دار باید در افتوبزان فایر گرفت بودن گفت مصاحبه لایحه میگرانت میدیا. مقامات حفظ حقوق و سازمان های ملتگرا در آن وقت بر رید آغاز کردند که با گفته مصاحبه ما همه در کار بودند. گفتند که این تفتیش است، همه ما را مجبور کردن جای کاری خود را ترک کنیم و در یک مکان جمع شویم. برای آنها فرقی نداشت که روس است یا مهاجر، حجت های همه را تفتیش میکردند. اگر شخص ساکن محلی باشد آزاد میکردند، ولی همه مهاجران را در یک گوشه جمع میکردند. آنجا نمایندگان وکد، روسگواردیا، آمان و جمعیت روس تقریبا از همه نهادهای حکومتی اشتراک داشتند. تخمینا ساعت 10 پگاهی آمده تا ساعت 16 مردم را در کوچه نگاه داشتند. کسانی که حجت نداشتند به مقامات بردند، باقی ماندگان را تحقیر نمودند، میگویند شاهدان. آنی سازدوت ابیکت سوی کلتور ملیلنی دما توست آنی вот уже фізично захватывают нашу територію не только ایدئولوژی، نه کنکرتیمی ابیکتیمی. جالبی دقت است که بزرگترین سازمان ملت‌گرا در روسیه جمعیت روس در حال کسب نفوذ بیشتر است و آشکارا از طرف دولت دستگیری می‌یابد. مشاهدان این سازمان را به اولیگارخ پراوسلاوی کنستانتین مالوفیف ربط می‌دهند که دنر و النر و گروه‌های اولترامیلی که در عملیات‌های مسلحانه در حدود اوکراین اشتراک داشتند مبلغ گذاری می‌کرد. Только представьте себе, что бы произошло, если бы, к примеру, татары, чеченцы или черкесы вышли на улицы, перекрывая дороги и скандируя, что Бог только с ними, или Кавказ для кавказцев и тому подобные лозунги. Для неонацистов такие марши проходят совершенно безнаказанно, с молчаливого одобрения властей. یادآور می‌شویم که چند روز قبل مسلمانی روس و بلاگری معروف منصور گنیف با اتهام برانگیختن عداوت قومی دستگیر شد. او با رهبر جمعیت روس اندری تکاچوک که مسلمانان را نجاست نامیده بود در بحث عمومی وارد شده بود. настоящий русский марш патриотов страны. Кто с Богом в сердце и любовью к своей державе вышли помолиться о победе нашего воинства в спецоперации и защите страны от басурманской нечисти. Изхор дошта буд миллятгород дар моҳи сентябр. با در نظر داشتی آن که بلاگری مسلمان پشتی پنجره قرار گرفت، روشن شد که حکومت روسیه در آخر در کدام جانبی این اختلاف ایستاده است. واقعا موقع حکومت روسیه برای کسی ناگهانی نبود، زیرا قبل از آن اظهارات شبیه را اعضای شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت فدراسیون روسیه کیریل کابانوف نیز اظهار داشته بود. میدان بسته شد. معلوم شد که محض کوچش میلیون ها مسلمانان و رادیکالیزاسیای یک قسمت جامعه ما با افزایش حلال کنونی در اقتصاد آورده رسونید، گفت او. میگرانته в том качестве, которым они сегодня есть, а в том количестве, которое они есть и в том настроении, которым они есть, они реально сила для разрушения нашей страны. И хотят, чтобы этой силы было больше. Наши враги. Они навязывают свои правила игры в чужом доме. در ولایت خطلان تاجیکستان خانه به خانه گشتند با مقصد صحبت های فرماندهی با اهالی در موضوع رادیکالیسم و افراطگرایی ادامه دارد. در این چهارابینی 1800 خدمتچی دولتی اشتراک دارند. اساسا کارمندان ساحه معارف، تندرستی و وکیلان محلی ناحیه ها. خبر می دهد نستیشه ورمه.
با گفته مقامات هدف یگانه چنین صحبت ها پیشگیری رادیکالیزاسیای جوانان است. گروه های ترغیباتی با مردم درباره لباس ملی زنانه که با جای پوشیدن حجاب از جانب رژیم پیشبری می شود صحبت می کنند. درباره خویشاوندانی که در خارج زندگی می کنند و گویا می توانند افراطگرا شوند سوال می کنند و اینچنین جوانان را برای خدمت در ارتش تشویق می نمایند. دست داریم از جانب مقامات حفظ حقوق این مسئله در یعنی که مقیاس ولایت نگران کننده است، مخصوصا گرویدن جوانان با حرکت های اکستریمیستی تروریست خرافات پرستی. رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید قبلا خبر داده بود که منصبداران که کارهای ترغیباتی را انجام می دهند درس های مخصوص را برای معاشرت با اهالی گذاشتند. اساساً آموزاندن همین گروه های کاری در تمام شهر نمایندگان ما سمینارها گذارنده با جلب متخصصان و اینچنین یک دستورالعمل متدی هم توصیه ای هم با اینکه گروه های کاری ما در طول هفت ماهی سال جاری گروه های ترغیباتی تقریبا 622 هزار خانه را زیارت کردند. مؤمنانی رئیس مؤمنانی صحابی دیالوگی و هم اجتماعی مقاطعه مجازی مولایی صحبت و برگزار می کنیم و معلومات را می کنیم امروز با چند خانه برگزاری خانه و خانه قربانی انجام داده شد. چند نفر اولیه هایی که مبینی توجه و قربانی قرار دارد و مخزن یگانه معلومات مدیفت نشد و ما بدابرکی با اون اولیه قربانی را انجام می دهیم. می گوید معاون رئیس ولایت ختلان انزورت سلامزاده. در همین حال گروه های ترغیباتی معاشرت خود را با مردم در عکس ها ثبت میکنند و حسابات ها را در شبکه های اجتماعی نشر میکنند. تنقیدگران حکومت در این رابطه میگویند که خانه به خانه گشتن منصبداران جز دخالت به حیات شهروندان و کارهای شخصی آنها چیزی دیگری نیست. منصبداران این را رد میکنند و میگویند که اصول انتخاب شده تنها برای آشکار کردن آیله های خیلی آسیب پذیر میباشد و برای مبارزه با رادیکالیزاسیا میانی جوانان ضرور است. مسئله رادیکالیزاسیا در ولایت تشویش آور است، بخصوص پیوستن جوانان به حرکت های گوناگون افرادگرا. حالت های زیاده آشکار شدند، میگوید دولت علی سعید. وقت هم پرسیدن که در روسیه اون کس هست در کور بکدگی همیارا پرسیدن گفتن که هسته مفتون ها هسته شوهر مای بچه مای هم خیلی پرسیدن تحکید کردن که خیلی گفت زدین بگینشون که به هر گروه ها باور نکنن. مشاهدان قید میکنند که زیر کلمه رادیکالیزاسیا هر گونه فعالیت اسلامی در نظر داشته می شود. در کشور سالها باز با بهانه رادیکالیزاسیا افرادگرایی و تروریسم پرونده های جنایی نسبت ساکنان بخصوص نسبت جوانان فعال دینی بافته می شوند. خدا و رسول را در دل پرسیدند کار، نه در ستر و نه در حجاب و نه در ساله کلان و نه در ریش دراز و نه در جلکی دراز. مشاوری وزیر اکولوژی ازبکستان رسول کوشربایف پیشنهاد کرده است که نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا برای خط شهروندان خارجی داخل کرده شود که بود باششان در ازبکستان نامطلوب است. با گفته او سبب پیشنهاد مذکور با اظهارات مربوط به لاتوکوبی کودک روس زبان از جانب یک معلمه در یکی از مکتب‌های کشور می باشد. ما هیچگاه به کارهای داخلی روسیه دخالت نکرده ایم، از جمله به آنچه در مکتب‌های روسیه رخ می دهد. این کار داخلی روسیه است. بنابراین دخالت نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا به کارهای داخلی ازبکستان که با حادثه مکتب تاشکند وابسته است تنها یک اظهارات تصادفی نیست، گفت کوشربایف. زمانی آن رسید است که زاخاروا برای خط شهروندان خارجی که ورودشان به ازبکستان منع است داخل کرده شود. این روی خط باید از او آغاز کرده شود، پیشنهاد کرد منصبدار. Мы видим, что уже пришло осознание, что Россия использует русский язык и вот всю эту русско-мирскую историю как элемент гибридной войны и влияния на другие государства. Ёдовар мешавем, ки қаблан дар интернет навори паҳн шуд, ки дар он муаллима яке аз мактабҳои Ташканд бо зӯровари нисбати як талабааш даст зад.
طلب دانشجو این بود که درس با زبانی روسی گزارانیده شود. به حادثه نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا فوراً واکنش نشان داد. با جواب این نایب رئیس پالاته پایانی پارلمان ازبکستان علیشر قادیروف نمایندگان روسیه را دعوت کرد که با مشکلات خود مشغول شوند. به جای آن که درباره کارهای داخلی ما تشویش کشند، بهتر بود که با مشکلات خود مشغول شوند که آنها خیلی زیادند، گفت او. И какие они шовинисты, поняли уже и в Узбекистане, и в Казахстане, и в других государствах, которые все прекрасно понимают, что это империя, которая ко всем относится как ко второму сорту. جالبی دقت است که در خود روسیه فرزندان مهاجران از آسیای مرکزی همیشه با مشکلات قبول به کودکستان ها و مکتب ها روبرو می شوند. به غیر از این پدر و مادران و فرزندانشان در هر قدم از جانب ملت گرایان روس دچار تحقیر می شوند. В торговых центрах одни мигранты, в школах учительница, это такой резонансный был случай, отказалась преподавать в школе, потому что там в основном узбеки и таджики, русских в школах